کاوه؟ محسن؟ کاوه کجایی؟ ببین محسن کجایی تو الان؟ من روبروی این قفسه ها. ببین به سمت قفسه که میای سمت چپت یه یخچاله، بالای یخچال سه تا کلید هست، اون وسط یه کلید دسته کوچیک داره، اونو بزن. این پشتی؟ آره میشه نادر برای چی باید این کار بکنه؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم. یعنی همه این مدت داشته برای حسام کار میکرده؟ دقیقا، حسام اون تو رو حساب نادر داشته کارشو پیش میبرده، واسه همین همیشه یه قدم از من جلوتر بوده، همیشه دست منو خونده. آره دیگه، یه سایه داشته بیرون. فکر کنم این آدم رو را دارم تو خونه خودم پیش خانوادم. نمیفهمم واقعا چطوری تونست همچین کاری بکنه. کاوه تو مطمئنی یاسمن خودش کشته؟ آره، اطمالا یاسمن اون شب چیزایی دیده که من الان دیدم، چیزایی که نباید میدید. چاره ای نداشته، مجبور شده بکشتش. خب مگه میشه چجوری میتونی زن خودتو بکشی؟ به نظرت قتل همینجا اتفاق افتاده؟ بعید میدونم، ولی احتمالش هست. اون تو که هیچ ردی از قتل نمیشه پیدا کرد. فقط من یه لکه خون دیدم رو همون کلید بالای یخچال. اونم زنگ بزن بچه ها بگو بیان نمونه برداری کنم. باشه، اومد دست شرفته احتمالا. چجور من پیدا کرد اینجا؟ زنیزم گوشی دیدم جواب نمیدی، ردشو زدم. خب توکلی سلام. سلام جناب سروان، خسته نباشی. یه آدرس براتون میفرستم. بله، تیم بررسی صحنه جرمو بفرستین لطفا. سلام بابا. سلام بابا. چی شده چرا انقدر زنگ زدی؟ کجایی پسر؟ نادر اومده بود اینجا. اومد اونجا؟ آره. الان اونجاست؟ نه عزیز من، گفت تو بهش تماس گرفتی، گفتی اینجا اوضاع مناسب نیست، فرباده ببر یه جای امن. چی؟ میگم تو بهش گفتی فرباده ببر یه جای امن، اینجا اوضاع مناسب. تو چی کار کردی؟ خب منم نگران شدم، کلی بهت زنگ زدم. الو کاوه؟ به به جناب سربرد، فکر میکردم زودتر بیای. قرار نبود این عکس الان به دستت برسه. آذر 1384، بهترین اتفاق زندگیم. اون لیلایی که همیشه ازش حرف میزدی رعنا بود. ما نمیدونستیم اسم واقعیش رعناست. بعد از زلزله حافظش رو از دست داده بود، هیچ کس نمیدونست اسمش چیه. پنجلی صداش میزد لیلی، ما بهش میگفتیم لیلا لیلی. من بهت صد بار گفتم. یادت نمیاد همون اوایل توی بیمارستان چقدر بهت گفتم ما خیلی انگیزهای مشترک داریم، ما خیلی به هم شبیهیم؟ باور نمی کردی. الان دنبال چی هستی؟ خیلی واضحه، انتقام. از کی؟ پنجلی میگفت تو باعث مرگ لیلی شدی،
تا اون رو انداختی زیر ماشین. درست میگفت. من باعث شدم. حالا تو داری اعتراف میکنی؟ یعنی فرهاد پسر تو شبیه من نیست؟ البته همه میگن بیشتر شبیه لیلیه. اصلا فکرشو نمی کردی نه؟ منم فکرشو نمی کردم. نادر از کجا پیدا کردی؟ خیلی راحت. چجوری راضیش کردی که برات کار کنه؟ هر کسی یه نقطه ضعفی داره، به هر حال باید اونو پیدا کنی. من یه چیزی هنوز نمیفهمم. بچه خودتو دزدیدی که با من وارد معامله بشی؟ جدا از این که من صلاحیت نگهداری از یه بچه رو دارم یا نه که بماند برای بعد، ولی در نهایت فربودو که ازت میگرفتم. اما میخوام یه چیزی بهت بگم، یعنی میخوام بهت ثابت کنم من برای لیلی همه کار کردم. میبینی که الان کجام؟ میدونی چرا؟ چون خیلی دوستش داشتم. مادرم هم خیلی دوست داشتم. به خاطرش آدم کشتم. حالا میخوام ببینم تو حاضری برای آدمایی که خیلی دوستشون داری چی کار کنی. البته اگه برات اهمیت دارم. خیلی عجیبه. واقعا فرهاد پسر حسامه؟ اگه واقعا فرهاد پسر حسام باشه که خب خیالمون راحته دیگه. کسی سر بچهش که بلا نمیاره. میاره؟ هیچ آدم مریضیه. نهیدی نادر با یاسمن چیکار کرد؟ عجیبه، چجوری میتونه بچه خودشو گروگان بگیره؟ چیکار کنیم حالا؟ ببین اولین پرواز برای استانبول که برای کی میخوای؟ برای حسام؟ کاوه؟ میخوای بری حسام آزاد کنی؟ اصلا امکان نداره. تو معلومه چی داری میگی؟ آدمی که یه قتل انجام داده، اون همه مواد مخدر از تو خونش پیدا شده، رابطه چند تا قتل دیگه بوده، بعد بیایم آزادش کنی؟ جون دو نفر آدم در خطره. چه تضمینی وجود داره برای این حرف تو؟ اگه پاش رسید اون ورده عرف چی کار کنیم؟ به من بگو اصلا با چه تضمینی اونا رو زنده و سالم تحویل ما میده؟ ممنون.
پروازی جلوتر نداشت؟ اونجوری که تا شب باید بمونم فرودگاه که. خب خب چی؟ نسیم و فرهاد کجا؟ تو منو چی فرض کردی کافه؟ یادت نمیاد بهت گفتم هر وقت پام رسید فرودگاه استانبول اون وقت بهت زنگ میزنم جاشو به تو میگم. تضمین چیه؟ هیچی. اینجوری که نمیشه. اگه میخوای که دوباره برگردم داخل زندان. آره من هیچ تضمینی نمیدم. اگه میخوای قبول کن، اگرم نه که فردا سه تا جنازه تحویل بگیر. فربودم میخوای بکشی؟ اگه قرار باشه اعدام شم بچه‌م بمونه پیش تو؟ چرا همچین فکری کردی؟ دیدی که من به بازی خیلی پایبندم، پس شک نکن که زیر قولم نمیزنم. دستشویی که میشه رفت. ساکم اینجاست. پنجلی؟ کدی روح دیدی؟ ها؟ خودتی؟ نه با کیه؟ خودم هم دیگه. فکر کردی واقعا منو کشتی؟ یعنی فکر کردی که من اینقدر خرم که به خاطر تو برم خودمو دار بزنم؟ من خودم دیدم جنازه رو. تو نمیدونستی که من یه پسرمو دارم این دو قلوهایی؟ نه از کجا باید میدونستی؟ البته واقعا برادر دو قلومه. عمو جان من بچهش نمیشد. آقا جونم یه قلو داد اون بزرگش بکنه. برای همین من بهش میگم پسرمو. خدا رحمتش کنه.
خدا بیامرزتش، بین خودمون بمونه. این یه راز خانوادگی، حواست خوب جمع باشه. از من چی میخوای؟ خوشم میاد ازت، خوشم میاد بچه زرنگی هستی، نزد خودت میرخصی. نگفته خودت میدونی من چی میگم. من چی کار میتونم بکنم برات؟ میدونی که الان منم اون کیف وسایلم، نه پولی دارم، نه موادی، نه چیزی، فقط یه بلیط دارم که باش از اینجا برم. خودت هم میدونی که اگه من بخوام حتی از این دستشویی‌ام نمیتونی بری بیرون، چه برسه از کشور. چی میخوای خوب؟ تو فکر میکنی من نمیدونم با اون پسر نادر چی کار دارید میکنین؟ خوب؟ خوب که خوب، تو خجالت نمیکشی؟ با بچه داری بازی میکنی؟ با جونش داری بازی میکنی؟ اگه یه همه چی بریزه به هم و شلوغ پلوغ باشه، یه تیر رو هوا در بره بخوره به بچهت، میدونی چی میشه؟ فکر نمیکردم انقدر کثیف باشی. چی میخوای حالا؟ چی تو مغزت میگذره؟ با بچهت میخوای چی کار کنی؟ فقط یه چیزی رو بهت میگم، تو اون کلت بکن. اون پسر فقط بچه تو نیست، بچه لیلی هم هست، که اگه لیلی اینجا بود توفت صورت تو نمینداخت. چه خوب شد گفت یه جوری تو رو ردت کنم بری تا شرت خلاص بشه. لیلی ازت خواست منو بفرستی ترکیه؟ فکر کردی که ما به فکر آیندت بودیم که فرستادیمت بری ترکیه؟ نه، میخواستیم بری گمشی، وگرنه من میکشتمت. من خودم میخوام یادگار لیلی رو بزرگ کنم، تو دستای خودم، نه هیچ کس دیگه. لیلی دخترم بود، بچه‌شم، نوه‌ام. فکر کردی من با کسایی که لیلی رو کشتن معامله میکنم؟ من که میدونم هدف تو کشتن کاوه است، پس به نفعتی که جای فربودو به من نشون بدی، اگر نه مختو میریزم تو این دستشویی، و اگر دروغ بگی، اینقدر آدمون بیرون هستند که نذارن جسد کثیفت به استانبول برسه. هر کاری میخوای با کیهان بکنی بکن، فقط آدرس بچه بلندی رو به من بده. خوشت اومد؟ زدم تو خال، یک یک مساوی. باور کرد خودشم، خیلی ترسیده بود، فکر کرد پنجری زنده است. آدرس رو گرفتی؟ تو فکر من نگرفته باشم. بیا اینم آدرس، الوعد وفا. شیرنی ما رو بده بریم. من لباس ها که تنه تو شیرنی هست. لباس ها؟ یعنی چی همین سگام چی به؟ میسپادم باشون غذا بدن، نگران نباش. خب دیگه این که من چجوری برم قبرستون ماشینا اینجا؟ سمیجا بری بالا مترو هست. مترو چی؟ اسلحه. این اسلحه پیش من بمونه دیگه، این قلابیه دیگه، این که فهمیده اون فکر اصلی. خب پیش من میمونین. Yeah.
میگم اصلا فکرش هم نمی کردی نه؟ چی کار داری میکنی نادر؟ چطوری تونستی؟ اتفاقا اصلا سخت نبود، راحت هم بود. برای تو هم سخت نبود دیگه؟ چی برای من سخت نبود؟ نمیفهمم. چرا اینقدر زود همه چی رو فراموش میکنی؟ یادت برای من اون مشکل پیش اومده بود، هی با تماس میگرفتم، التماس میکردم، میگفتم بیای برام شهادت بدی. یادت چی جوابمو دادی؟ این همه عقده با کینه داره از اونجا میاداره؟ نشد، تغییر اصلا آسونش نمی کنم. من نمیتونستم بیام تو دادگاه شهادت دروغ بگم، بگم اون مواد مال تو نیست وقتی مال تو بود. همینو میگم دیگه، داری سادهش میکنی، ولی یادت رفته چی سر من و زندگیم اومد. تو یادت رفته؟ تو مثل این که یادت رفته که فقط اون بارت نبود. بارها دیدم که داری مواد جا به جا میکنی، ولی گفتم نادر نکن این کارو، داری گرفتار میشی، میفهمن میگیرنت، گوش نکردی. گفتی تو خوب فکر میکنم، اصلا یادم میاد چند بارم گفتی، ولی تو دوستی در حد حرف بود، در عمل حتی حاضر نشدی بیا یه شهادت خشک و خالی برام بدی. خودستم خوب میدونی که اون شهادت فایده شهادم داشت. نمیخواستم دروغ بگم، نمیخواستم به خودم دروغ بگم. منطقیه، بالاخره آدم دوست نداره شهادت دروغ بده دیگه، ولی میتونه ببینه زندگی صمیمی‌ترین رفیقش چجوری داره از هم میپاشه. نتونستم بارهم اومدم ملاقاتت، ولی تو نخواستی منو ببینی. بعدشم که گم و گور شدی اصلا نفهمیدم کجا رفتی. دنیا خیلی کوچیکه کاوه، خیلی.
به به، رفیق روزهای خوب، رفیق خوب روزها. از تحت بذار پایین. باشه. نسیم فربود کجا؟ نسیم مسلحتونه بیاریم پایین سریع تر مسلحتونه بیاریم پایین گفتم اسلحه ها پایین امانتی به جو بزنیم پایین اسلحت امانتی قرار نبود تو اینجا باشی نایمده بودیم و رفته بودیم بیرون این بچه رو هم رسونده بودم پیش پدر واقعیش تو که اینقدر بد بودی من نفهمیدم مزخرف نگو تو چجوری تونستی یاسمن رو بکشی مزخرف نگو چی میگه نادر مزخرف میگه کارشونه رکب میزنن کهونه شده سر برد نمیدونی یاسمنو کشته یاسمن مرده یاسمن تو فرودگاه استانبول منتظرمونه میخوای باش تماس بگیرم جنازهشو خودم تحویل گرفتم میخوای عکسشو ببینی محسن عکسشو بهش نشون بده بهش نکن میخوام ببینم هیچکی دستشو تو گفتم میخوام ببینم محسن بهش نشون بده آشغال عوض کثافت آشغال
همش نقشه بود. ببخش. نقشه بود. اولش آره. اولش یعنی چی؟ اولش قرار نبود اینجوری شه. همه چی قرار بود یه شکل دیگه باشه. من اصلا نمیفهمم چی میگی. نادر بعد مدت‌ها دوباره پیدا شده بود. یاسمن ازش طلاق نگرفته بود ولی خب با هم هم زندگی نمی‌کردن. وضع مالی ما خیلی بد بود اون دوران. هزینه‌های درمان مامانم خیلی چیزای دیگه. چون بهتر میدونی. نادر گفت یه پیشنهاد داره. ترک کرده بود. چه پیشنهادی؟ پشیمون بود. میخواست دوباره با یاسمن زندگی کنه. خب. شروع کرد از تو بعد گفتن. گفت تو باعث شدی اون همه اتفاقای بد براش بیفته. گفت تو باعث شدی همسر رفیق صمیمیش بمیره. حسام منظورته؟ نمیدونم. مثلا این چیزا برام مهم نبود. مهم این بود که میگفت خواد هزینه درمان مادرمو بده. خواد برام خونه بگیره. که چیکار کنی براش؟ که چی کار کنی؟ که به تو نزدیک شم. کاوه ولی بعدش همه چی برای من عوض شد. میدونم الان حرفامو باور نداری. میکنی همه حرفام دروغه. باور کن راست میگم. از یه جایی به بعد من خودم خواستم تو این بازی بمونم. دوست داشتم بهت زنگ بزنم. به هر بهونه دوست داشتم بیام خونتون، بیام تو جمعتون. بیای در آموزشگاه دنبالم. نگرانت بشم. نگرانم بشم. درست میشه، درست میشه. میگه کباب پخته نگردن مگر چی؟ مگر چی؟ بگرداندن دیگه. برای اینکه همه جاش خوب بپزه، مغز پخت بشه، باید کباب رو گردوند. حالا این دوتا رو ما به نیش میکشیم تا کاوه بقیهش رو بیاره. چه بو برنگی هم را برای احالی دلم خواست بزنیم رو آتیش. نگاه کن زاسی، همش رو یه گوش بازی میکنه. دنیا مال این بچه هاست. نه اون یکی بچه رو میگم، آرمان رو میگم. حالا اون خیر ندیده ای که اینقدر شما رو اذیت کرد چی میشه؟ حسام ریاهی؟ امشب حکمش اجرا میشه. خدا ازش نگذره.
من هنوزم باورم نمیشه نسیم، نادر، من بیچاره رو ببین که سعی میکردم دختری با تو آشنا بشه، نگو داشتم نقشه اونا رو اجرا میکردم. اشکال نداره، والا به قرآن فکر میکردم دختر خوبیه. نمیخوام ازش دفاع کنم، ولی دختر بدی نبود، گول نادر خورده بود. همون، من میگم تو این کار کم اشتباه میکنن. خب حالا که اینجوریه میتونین کمکش کنی؟ شما کلن ولکن نیستین ها؟ نه، به خاطر خود دختره میگم که تو میگی مقصر نیست، اونی هم که ما دیدیم. میگم خب اگه مقصر نیست کمکش کنی، اگه لازم باشه تو دادگاه حرف میزنم. خیلی خوبه اگه این کارو بکن، خیلی خوبه. از مادر نسیم چه خبر؟ بیچاره داغون، داغون، از پسر خواهرش اومد بردش. سنه بیچاره. خب کاوه جان فکر کنم آتیش رو روشن کرد، پشو بریم پیش بابا. من میارم اینا. مشغول اون. در جوج خانم لذتی است که در انتقام نیست. بیا یه رون برات گذاشتم. بکش به دندون ببین چطور شده. آره پسر چرا اینقدر دیر میاد؟ میدونی چند بار زغال ریختم آتیش روشن کردم؟ بابا جان خوبه دیگه، ضرر زدی به مالیه رفت دیگه. بله خوشمزه بود. بری ببینم به به چی بشه چی بشه. آقا تیمور چی کار میکنی؟ بفرما اینو خانم برای شما گذاشتم. متشکرم. نارو صاف بذاره در جونج لذتیست که در کوبیده نیست. ای بابا یه مچ حتی بیان دوست داشتی شوی دارم. بله خوردی کفش رو بردی. آقا برسون به آرمان، زود برسون به آرمان. خوردی و لذتشو بردی. آره بچه به این آتیشه. آره.